سه کوریا نمیشه کارگاه داستانی سه کوریا گروه سه در میدان سرخ میرخزم. عاشقش بودم و این اتفاق کوچکی نبود. مدت ها وقتی دیوار فیسبوکش را میدیدم تشنه میشدم. برای همین بود که شماره تلفنم را دادم و تشنگی با صدایش بیشتر شد. انگاری تو کبیر گیر کرده باشی یا رفته باشی زیر پتو صدها شکلات خورده باشی. تشنه بودم همیشه. تشنه. خیلی وقتها جرأت می کردم توی ذهنی که سالها خالی مانده بود دست بکشم روی تنش، روی پوست تنش. و گاهی حتی نفسش را بو بکشم و یا شانهایش را ببینم. ساعتهای زیادی با هم چت کرده بودیم. شبهای زیادی مست و خراب زنگ زده بود. شب او و روز من. می گفتم ما سر تاییم و او می گفت مستم چه کنم؟ من از دست شما چه کنم؟ آهنگ‌های زیادی را به هوای او گوش داده بودم. اینو واسه‌تون می‌فرستم. آخر دنیاست. گوش می‌دادم و می‌دیدم و می‌شنیدم. اسکایپ هم نه. حتی تو فیسبوکش هم عکس تازه‌ای نبود. همان عکس 5 سالگی. خوش داشت عکس دیگران را ببینند. اما عکس خودش نه. من چیز جالبی برای تماشا ندارم. برای من اما تماشایی اینقدر تماشایی که از هزاران فرسنگ راه دور می توانستم ببینم چطور پشت میز می نشیند و انگشتانش را چجور روی کیبورد می سراند و شانه هایش قوس گردنش. من 1.80 متر و 90 کیلو وزن دارم. گاهی می رفتم تو خوابش. همانجا میماندم تا دمدمای بیداری. تا وقتی پلک‌هایش را به هم می‌فشرد و روی پیشانی‌اش اخم می‌افتاد. آن وقت تا نداند که من چجوری توی خواب و بیداریش سرک می‌کشم می‌گریختم. گاهی همزمان با هم درگیر یک خواب می‌شدیم. خانه‌ای که نه در داشت و نه پنجره و من می‌پرسیدم فکر می‌کنی راه در روی هست؟ و او سقف را نشان می‌داد که سقف نبود و شیشه ای از هوا آن را می‌پوشاند. و آن وقت می‌گفتم کو نردبان. بعد روی شانه هایم سوار می‌شدیم و هرگز به سقف شیشه ای نمی‌رسیدیم. می‌افتادیم روی هم می‌غلطیدیم و همزمان با هم از خواب می‌پریدیم و بدن‌هایمان درد می‌گرفت. انگاری که از یک هم‌آغوشی طولانی و ناخواسته و رنجبار بیرون آمده باشید. خواب دیگری هم بود که اول من دیدم و وقتی گفتم گفت این خواب سالیان سال من است. همیشه با دو تا میله آهنی دنبال هیولایی بودم که نابودش کنم. و همیشه وقتی میزدمش تا دم من میله ها تبدیل به نی میشدن. همان نیی که مردمان با آن نوشابه میخورن. این را به هم میگفتم و هاها میخندیدم. در نهمین ماه دوستی به فکر نجاتش افتادم و شاید به فکر نجات خودم. روی پیشانی من از وقتی به دنیا آمده بودم داسوچیکوش حک شده بود و با گذشت زمان این داسوچیکوش جایش را به صلیب داده بود و صلیب را هم اگر میکندی میرسیدی کسی چه میداند به هلال احمر. این بود که تصمیم گرفتم او را از اوضاعی که توش گیر کرده بیرون بکشم. از یک چاه وی. این که دور بود، خیلی دور و به قول دیگران مجازی هیچ چیز را عوض نمی‌کرد. کسی که با ذهن زندگی می‌کند، نزدیکی یا دوری برایش معنی ندارد. وقتی فکر می‌کردم به روزی روزگاری که نباشد و نیاید و صدایش را نشنوم، تاریک می‌شدم و من از تاریکی می‌ترسیدم. همه عمر از تاریخ میترسیده بودم. برای همین بود که او را سرزنده و شاداب میخواستم. من با خودم میگفتم باید این جوان 27-28 ساله را از وسواسی که دارد
از فکری که از 5 سالگی توی مخش رفته بیرون بکشم. از چاه بی. این بود که گوشی را برداشتم و به خواهرم که شیراز بود گفتم درست 22 بهمن 30 شاخه گل سرخ. گل سرخ. باید بروی کوچه سماواتی بنبست جانباز. زنگ میزنی و میگویی با خودش کار دارم. دست گل را میدهی و میگویی از طرف ماندم که بگویم از طرف کی؟ چه قصه احساس کنم؟ بگویم از طرف کسی که میتواند برای برد توی خوابش و بگوید چه لباسی به تن دارد و یا از حمام آمده به حوله‌ای که دور خودش پیچیده چه رنگیست؟ از طرف کسی که روز و شب ندارد و لپتاپش را حتی شبها مثل معشوقی بغل میکند و میبرد توی رخت خواب به هوایی که نتوند ناگان چی؟ او که از خودش چیزی نمیگوید. هیچ چیز جز این که روز تولد نفسی دارد. با آن روز هرگز نباید از خانه بیرون برود. چون شر به پا می شود. هم برای خودش هم خانوادش. و هم شر. گفتم شر؟ واقعا شر؟ گفت خودشم. خواهرم دازه چکش را دوست ندارد. اما صلیب روی پیشانی همیشه نجاتم می دهد. می گویم می خواهم او را از این وضعیت غیر انسانی نجات بدهم. میخواهم او رو از وادی خرافات بیرون بکشم. وادی خرافات وادی بی پایانی است. و سخنرانی میکنم و روزه میخوانم و خواهرم همیشه خوش دارد پای منبر هر روزخانی بنشینم. گفتم میدانی از نسل من گذشته این نسل نباید تباه شود. باید باور کند که هیچ روزی در جهان نسل نیست. گفتم که 25 سالی میشود روزهای تولد خودش را قایم میکنم. اون طرف خط خواهرم آه کشید. پناه بر خدا. گفتم اون جوان است. دوست فیسبوکی من است. مهندس است. مهندس عمران خوانده. و تجربه من این است که کسی که عمران خوانده. خواهرم حرفم را قطع کرد. یعنی هنوز او را ندیدی؟ گفتم نه. نمی آید اسکار. فقط شب و شب و نیمه شب تلفن. صدا دوباره گفت پناه بر خدا. من خیلی وقت بود که جهانی برای خودم ساخته بودم که نظم کیهانی داشت و پرت هیچ خدایی نمی شدم. اما حالا پرت این یکی شده بودم. پرت دوستی در فیسبوک. گفتم اولین بار مادرش او را در خانه نگه داشته وقتی 5 سالش بوده. و حالا بعد از این همه سال باور دارد که روز تولد باید در خانه بمانم. و وگرنه نحسی اون روز دامن همه را میگیرد و اتفاقات هولناک میفتد. صدای خواهرم کمی لرزید. مثلا چه اتفاقی؟ گفتم نمیپرسم که خودت مرا میشناسی. میگذارم آدم ها هرچی دوست دارن بگوین. صدا مردد گفت میپرسیدی بد نبود. گفتم اسمش هم تازه اسم خودش نیست. اسم عمویست که سالها پیش وقتی 7 سالش بوده غرق شده و اون نه تنها روز تولدش بیرون نمیآید بلکه از آب هم میترسد. بعد پرسیدم رو چیز خنده‌داری؟ تو این قصه نمیبینی؟ صدا گفت نه چیز خنده داری؟ گفتم یعنی یادت نیست که اسم من اسم خواهر مرده ایمان است؟ که مادرم میگفت یال او را با خودش برده؟ خواهرم گفت واقعا تو چه حافظه ای داری؟ من اصلا یادم نیست. گفتم اسم خواهرم شولا بود اینم یادت نیست؟ گفت شولا تو بودی. و من رفتم به روزهای دور، به روزهای کودکی که مادرم خیاطی میکرد و خیال میکرد که پای من نز است. برای همین هرگز نمیگذاشت در جمع زنانه آنها برشینم. همیشه به هر روز که لباسهای پرپری ما را میدوخت باید جایی میرفتم که حتی صدای چرخ خیاطی را هم نشنوم. از اینکه کودکی ناگهان به کمکم آمده و جان را روشن‌تر کرد و خوشحال شدم. خواهرم هیچ چیز یادش نبود. حتی کمی خندید. خندهش هم از ته دل نبود. دیگر نگفتم برای همین بود که همیشه از کارهای خانه به خانه‌داری بیزار بودم. از جمع شدن زنها دور هم. از حرفهایشان. و نگفتم که من به خاطر همه آن خرافاتی که به جان خانه و خانواده افتاده دست به مبارزه زدم. نگفتم به همین خاطر بود که در میدان سرخ رقصیدم. صدایم رو صاف کردم. خودم را بی‌اعتنا نشان دادم. پناه نگوید به سرش زده. چیزی که بارها از زبان آنها که حالا دور از من بودن شنیده بودن. یعنی واقعا
هیچ چیز دیگری ازش نمیداری؟ گفتم والا اصلا ولش کن. حالا من نمیخوام قصه کرد شبستری رو اینجا تعریف کنم. فقط تو باید یادت باشد کسی شاخ گل سرخ برداری و ببری به همون آدرس و بده این دست خودش و بگویی تولدت مبارک. حالا چرا سی تا تو که میگویی 27 سال است؟ بعد آه کشید و گفت یعنی تو هنوز عدد 3 را دوست داری؟ گفتم 3 یا 2 چه فرق میکنن؟ من 30 شاخه گل سرخ میدهم تا 30 ساله شود. نگفتم که 30 شاخه گل سرخ میدهم تا در میدان سرخ نرخصد. مثل من که رقصیده بودم سالها پیش و به اینجا نرسیده بودم. با خودم گفتم واقعا میدان سرخ و بعد تا گیر سپیش ندم به میدانی که دیگر خالی بود و هیچ کس در آن نمیرقصید رفتم سراغ دومی. با خودم گفتم کار از محکم کاری عیب نمی کند، شاید اتفاقی برای خواهرم افتاد یا به سر عزت که نرود ایران است دیگر، هر اتفاق ممکن است بیفتد، بهتر است بروم سراغ مسافری که دارد میرود ایران و کتاب هایی را که میخواهد برایش بخرم و امضا کنم و بدهم دستش. 3 دور پاریسیویو را خریدم، پشت هر دوره را امضا کردم و رفتم. نگفتم که با او نفس میکشم، که تمام ذهنم اونجاست. نگفتم که از خواب خوراک افتادم و هر وقت او بلند میشود و میآید پشت کامپیوتر من هر جا که باشم میفهمم در خواب یا در بیداری. از عاشقی هم هیچی نگفتم تا او خیال کند که هنوز همون رفیق قدیمی هستم، حتی اگر رفیق نباشم، رفیقی که زندگیش منظم مرتب و تمیز است و هیچ علف هرزه‌ای نمیتواند در هیچ گوشه و کنار ذهنش رشد کند یا تجه بزند. گفتم بس توهم زدایی است، میخوام بعد از سالها به جوانی که معتقد است روز تولدش مرسی دارد حالی کنم که اینجور نیست. گفتم و مسافر که دوست بود و استاد تاریخ سری تکان داد و لبخندی که تا خرافات دست از دامن ما بر نداره همچنان مثل خر عزاری دور خودمان میچرخیم و میچرخیم. حال و حوصله چرخیدن نداشتم، زودی خودم را رساندم به خانه تا برنامه سوم را ردیف کنم. گفتم حتی اگر دو برنامه اول به هر قیمتی به هم خورد سومی حتما به جایی به چایی برسد، به حسابی حالش را جا بیاورد و او را متقاعد کند که این همه سال بی خود خودش را پنهان کرده است. به دوستی در رابطه زنگ زدم، گفت صراف برادرم 300 دلار که هیچ، 30,000 دلار هم بده این راحت به دستش میرسانم. داستان را گفتم و گفتم 300 دلار روز 22 بهمن زنگ بزند و از او بخواهد که بیاید صرافی و پول را بگیرم. گفتم اگر بتواند دزدکی عکسی از او بگیرن هم بد نیست. گفت خیالت تر، داداشم خوره این کار است. سپردم که خوب نگاهش کنم. دوستم گفت میخوایی با خود برادرم حرف بزنی؟ گفتم نه، لزومی ندارم، لزومی نمیبینم، تو فقط باید بگویی عکسش را بگیرم تا با تو فقط باید بگویی تا عکسش را بگیرم. گفت چشم. همه این ماجرا از 3 روز مانده به روز تولدش شروع شد. توی آشپزخانه بودم، قهوه ساعت 9 صبحم را باید درست میکردم. دستم که دراز شد برای قهوه جوش دیدم تو رگهای دستم غبار نشسته. گفتم شاید خیالاتی شدم، به خودم نگاه کردم از خودم جدا شدم و انگاری دو نفرم دارم به خودم نگاه میخونم، به خودی که تور رگایش به جای خون غبار به کندی حرکت میکرد. گفتم هر اتفاقی که افتاده باشد باید قهوه‌ام را بخورم، ولی آن کس دیگر که خیلی شبیه من بود داشت قهوه را درست میکرد. خوب نگاهش کردم ببینم کیست و بعد چه میکند. قهوه را که توی فنجان ریخت بر به من نگاه کرد و زبانش را توی فنجان قهوه فرو برد. قهوه انگار داغ بود، اون را روی پیشخان گذاشت، چشمکی به من زد و عقب رفت تا دور شد و اینقدر دور که به سختی میدیدمش. انگاری نه توی آشپزخانه که توی بیابان بودم، به روی خودم نیاوردم. همه اینها میتوانست از خستگی باشد و از نظم آهنینی که من در زندگی داشتم. قهوه‌ام را برداشتم و رفتم تا پشت کامپیوتر بنشینم. نه، روی زمین نبودم.
رو هوام اینجا نبودم و به هیچ جا وصل نمی‌شدم. این کار دستی مرموز داشت مرا از اون چی دوره برای من بود دور میکرد و مرا میبرد جایی که جا نبود، نه مکان داشت و نه زمان. حالم دست خودم نبود، نه بیدار بودم نه خواب. قهوه رو خوردم پشت سر سیگار، نه قهوه نه سیگار، نه دوش نه استخرهایی که رفتم پایم رو روی زمین محکم نکرد. من نبودم، چون آدم من گاهی همه چی فراموشش می شود. من همه چیز یادم بود ولی خودم نبودم. وقتی در تاریکی شب دوباره رفتم که پشت کامپیوتر بنشینم، خودم را دیدم. این بار خیلی کوچک، مثل یه عروسکی که تا قوزک پایم می رسید. بلند شدم ببینم ابعاد اشیای اطرافم هم کوچک شده، اما همه چیز سر جایش بود. آینه به همان بزرگی بود، در دیوارم، فقط من شده بودم عروسکی جدا از خودم که با پا به پای من کناره دیوار را میگرفت و میرم، انگاری که بترسم لگد شود. تو تاریکی شب سوار ماشین شدم، رفتم بیرون شهر. بیرون شهرم سر جایش بود، اما من تو ماشین و پشت رول فرو رفته بودم. پس چه کسی بود که شهر را میدید؟ برگشتم به خانه، به سختی از پله ها بالا رفتم. گفتم خودم را برسانم دوباره به کامپیوتر بنشینم و ببینم چه خبر شده. هیچ خبری نبود. تمام آدم ها عکس میدان سرخ را گذاشته بودن، میدان سرخ که زنی دیوانه وار در آن میرقصید. حتی او هم توی صفحش همان میدان قدیمی را کشیده بود با زنی که پیدا و نپیدا میرقصید. آهنگ را هم که گوش دادم دیدم این زن بازوزه باد است که میرقصد. ترسیدم و گفتم شاید همه اینا از کامپیوتر بیاید. این بود که همه چیز رو خاموش کردم و دستم کشیده شد به طرف تلفن تا همه برنامه ها رو به هم بریزم. همه برنامه هایی رو کشیده بودم تا نصیح روز تولدی را انکار کنم. بعد از کردم تو رگهایم غبار رفته، غباری که زوزه می کشد با بادی که نمیدانم از کجا می آمد. و اینجور بود که رسیدم به روز 21 بهمن که با صدای تلفن از چیزی شبیه خواب پریدم و به زمان و مکان برگشتم. روز ایران بود و شب آمریکا. خواهرم بود که از CCU زنگ میزد، گفت که تو گلفروشی وقتی میرفت که تا 30 شاخ گل انتخاب کنند و به گلفروش بگوید که اون را برای فردا آماده کند، ناگهان تپش قلبی بی امان امانش را بریده و دخترش او را به بیمارستان رسانده و حالا قرار است که تا فردا اینجا بمانم. و دکترها گفتن که شاید با این سرعتی که قلبش میزنن مجبور شدن عصب قلبش را بیز کنن. و گفت که دخترش هم حاضر نیست به هیچ عنوان این دست گل را به هیچ آدرسی ببرن. بعد نوبت دوستم بود که با خنده پشت تلفن بگوید میدونی چیه؟ با خدا یادم رفت. خودت که میدونی موقع سفر آدم گیج و ویجه. با این که گذاشته بودم جلو چشمم ها که بگذارم تو ساکم، ولی در آخرین لحظه یادم رو. همون موقع بود که یادم آمد دوستم از هواپیما میترسم. هر وقت سوار هواپیما میشه من تمام چیزهایی را که از کلیتی بیادش مانده تمام دعاها را میخواند تا سالم به زمین برسد. ما بارها با هم حرف زده بودیم و من سعی کرده بودم او را متقاعد کنم که هواپیما هیچ ترسی ندارد. گاهی هم فکر کرده بودم که موفق شدم، اما آدمیزاد موجود ساده ای نیست. پیچیده است، خیلی پیچیده. حال خودم رو نمیدانستم. تایی دلم میخواستم که حتما صراف بتوانم به وعدهش عمل کنم. خیال نکنید داشتم با خودم کلک میزدم. نه، عشق به این سادگی از میدان به در نمیرود. هنوز عاشقش بودم. با اینکه تو صفحش عکس میدان سرخ رو انداخته بود زنی که با زوزه باد میرخسید، با خودم میگفتم سومی حتما شدنیست. آن وقتم او زنی که با زوزه باد میرخسد آن وقت هم او و هم زنی که با زوزه باد میرخسد خواهند فهمید که نصی حرف مفتیست و به زحمتش نمیرسد. سرگردان میان زنی که از جنس غبار بود و زن عاشق، روز 22 بهمن به او زنگ زدم تا تولدش رو تبریک بگویم.
به زحمت صدایش را شناختم. توی خانه بود. با صدای خفه توی خانه بود. قبلا گفته بود که هر وقت عصبیست میره و زیر پتو به شکلات بخوره. گفتم تولدت مبارک و خودم لرزیدم. گفت برای که این پتو و خانه و همه چیز و این تلفن آتیش نگیره دیگه از این بابت حرفی نزد. گفتم تو امروز خواهی فهمید که اشتباه میکنی. گفت خودتم خوب میدونی که اشتباه نمیکنم. حالا صدایش کشدار بود، انگار کسی از عمق زمین حرف میزد. کشدار رو رگه داد. تلفن رو از خودم دور گرفتم، نگاه کردم به دور برم. صدا کمانه کرده بود توی خانه و مثل گردبادی داشت تمام اشیا رو جابجا میکرد. چشمم رو بستم که نبینم. فقط توانستم بپرسم کسی به تو برای تبریک تولدت زنگ نزده؟ صدای پوزخندش را شنیدم که خنده نبود. خندش همیشه کودکانه بود، انگار در همون 5 سالگی مانده بود. گفت که این اولین بار است که تلفنش زنگ میخورد. گوشی را که گذاشتم چند بار خواستم به صراف زنگ بزنم، اما از ترس اینکه زن غباری به جای من حرف بزند و به جای ببر بگوید نبر، از خانه بیرون زدم. گفته بود که با غروب آفتاب نصیر روز تولدش برطرف می شود. حالا صبح ما بود و غروب آنها و ما همچنان سرتا و بارونه بود. ساعت 8 بود که تو گوگل سرچ کردم. آفتاب در شیراز غروب کرده بود. نفسی به راحتی کشیدم. با آینه نگاه کردم. زیر غبار ناپیدا دوشی گرفتم و فنجان قهوه به دست به صراف زنگ زدم. جواب نمیدم. عاقبت زنگ زدم دوباره. این دانستم که غروب آنها هم هست. دوستم خندید و گفت زده به سرت. برادر من که صراف نبوده. هیچ وقت تازه چی شده به یاد مرده ها افتاده. یادت نیست به 7 سالش بود که. تلفن رو قطع کردم. رفتم رو فیسبوک. یک کلمه جدید بود. متشکریم. و یه مرد جدید با همون لباس قدیمی، خیلی قدیمی. و من توی فیسبوک گشتم دنبال عاشقم. گشتم و هنوز میگردم. نه پیامی، نه چتی، نه هیچ. انگاری همه چیز از صحنه روزگار پاک شده، همه چیز. و بعد چنگ زدم به تلفن و صدایی که میگفت شماره مورد نظر در شبکه وجود ندارد.